دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با آنکه بر حل هر گونه مشکل مرتبط به روند اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در مطابقت با قانون و در جهت ثبات و همبستگی تأکید کرده، اما گفته که این سازمان آماده است با دولت آینده همکاری کند. یونما امروز پنجشنبه با نشر خبرنامه گفته که از نهادهای انتخاباتی افغانستان و کارشان حمایت کرده و در دوره پیشرو نیز به حمایتش ادامه می دهد. یونما مدعی شده که در این روند بی‌طرفی کاملشان را حفظ کرده است. با سلام و وقت شما بخیر به برنامه سالی انتخابات، با من محمد میلاد کمال خوش آمدید. مهمان ما در این برنامه آقای سمیع حقجو، سخنگوی تیم ثبات و همگرایی هستند و برای بحث بیشتر پیرامون تنش‌های انتخاباتی افغانستان با ایشان صحبت می‌کنیم. آقای حقجو خیلی خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. بخیر. بحث را از یونما آغاز می‌کنیم. یونما امروز رسما یادآوری کرد که اونا بی‌طرف بودن در انتخابات افغانستان و ناظر بین‌المللی بودن. در بود دیگه گفتن که از حکومت آینده و حتی از تیمای انتخاباتی، مخصوصا اگر یادآوری بکنیم از کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، هم حمایت کردن و در آینده هم میکنن. علت اساسی در کجا است که یونما به نوع ظاهرا طرف میشه و به نفع آقای غنی حرف میزنه و میگه که از حکومت آینده که ممکن به رهبری آقای غنی هم باشه حمایت میکنن؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز تلویزیون افغان. مسئله مهمی که در افغانستان یک شرایط نامناسب به وجود آمده و در کل افغانستان به یک بحران سوق داده شد و ما یا تیم ثبات و همگرایی تلاشش بر این است که به هر وجه ممکن در برابر بسا نابسامانی ها و بحران بزرگ در کشور استادگی بکنیم و عدالت خواهی خود و دفاع از حق مشروع مردم افغانستان که وجیبه ایمانی و انسانی افغانی ما است بجا بکنیم. در پالویش یونما هم به خاطری که در پروسه ملی چنین خیانت بزرگ صورت گرفته و تلاششان بری است که ما در میان اشخاص و افراد بخش های مختلف و خصوص نهادهای زیدخل در پروسه انتخابات و کشورهای دونر تا نامبت نشن و حفظ حیثیت آبروی کشور خود در نظر گرفته در پروسه انتخابات و بخصوص در اعلان ابتدایی ریاست جمهوری که دور از حقیقت بود و بر اساس آرا و اراده مردم صورت نگرفت، بنابراین یونما هم برنامه ملی افغانستان در نظر گرفته، بی‌طرفی خود حفظ کردن که بر ملت افغانستان. نه، شما میپذیرین که یونما بی‌طرف بوده؟ خب این که خودشان در اعلامیه‌ای که گفتن نسبت به گفته‌هایشان و نسبت به اینکه کشورهای همسایه و کشورهای زیدخل در پروسه ثبات کشور زیدخل هستند و اونا پیام این را نداشتند به مناسبت تبریکی ریاست جمهوری، چون مسئله خیلی روشن و واضح است. الان چی مطرح میشه؟ این یونما حمایت کرده بنوی و میگه که از حکومت آینده حمایت میکنه در بود دیگه از کمیسیون های انتخاباتی که بود و کمیسیون هایی که ممکن در آینده به وجود بیاد. این خود نماینگر از این است که یونما یا سازمان ملل اعتماد بیشتر داره به آقای غنی تا آقای عبدالله؟ خب برای مردم افغانستان و برای سیاسون افغانستان از همه مهمتری است که کشوری که مانند افغانستان به پروسه ملی دست پیدا میکنه و بالاخره خیانت ملی صورت میگیره، مهم اراده مردم ماست، مهم دفاع از تمامیت ارضی و ارزش های اسلامی در افغانستان است که هر روز شما شاهد هستین که در سطح ولایت مردم خیزش های مردمی را به راه میندازن و به خاطر دفاع از حق مشروعشان و حکومت همشمولی که در راه است و برنامه ریزی شده، تماما اقوام افغانستان به خاطر یک افغانستان با ثبات کار کردن و برنامه ریزی کردن. اما ظاهرا ثبات از بین رفته و حتی در ولایت های شمال مشاهد ازی هستیم که مخصوصا در فاریاب، تخار و حتی از پنجشیر یادآوری میشه که پوست سرای آقای عبدالله بند میشه و میگه که رئیس جمهور در حقیقت ثبات داره شکل میگیره در کشور.
با ارزش های اسلامی و افغانی احترام میشه. مردم چگونه ثبات که یعنی در تناقض است؟ در سمت شمال ثبات یک که بر مشکل اساس است، الهی در جنوب مردم به وجود مشکل آمده، ثبات که مردم تلاش داره که افغانستان از این بحران نجات پیدا بکنه، ثبات که مردم افغانستان ارادهش با برنامهش یک جا بوده و خواستن که برن سرنوشت خودشان رقم بزنن. اما فکر نمی کنین که عمل کرده فعلی که یادواری میشه مثلا از طرف تیم ثبات همگرایی، حالا یک تعداد میگن و حتی کارشناسایی که مرتبط هستن با حکومت فعلی میگن که این عکس العمل ها لازم نیست که در چنین وضعیت رخ میداد و خودش افغانستان رو به بی‌ثباتی میبره و حتی حرف از حکومت موازی یادواری میشه؟ خب مسئله بسیار روشن، از زمان افغانستان به بی‌ثباتی یا به یک بحران سوق شد که کمیسیون مستقل انتخابات به گونه سلیقوی رفتار کرد. در برابر 300 هزار آرای جنجالی هیچ نوع وضاحت را بر مردم افغانستان اینا ندادند و هیچ نوع مشروعیت هم از طرف مردم افغانستان نداشته. بنابرای ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان که بر اساس تعهداتی که با حکومت وحدت ملی صورت گرفته بود، بنابرو و با صلاحیت هایی که در برابر هر نوع نابسامانی ها تلاش دارند، مکتوبی فرستاده شد و اشخاص افرادی که در خیانت ملی دست دارند، بخصوص کمیشنر سایبا و رئیس های کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات که ممنوع خروج قرار گرفتن، مبنی بر همین مشکلات حساسی بوده که بی‌ثباتی را کیها زیر سوال بردن. بالاخره چی میشه؟ حالا نظر به این وضعیت آقای عبدالله یادواری کرد که اونا حکومت خود را اعلان میکنن. سوال که مطرح میشه که آقای عبدالله در کجا حکومت خود را خب اعلان میکنن؟ آقای عبدالله از آدرس مردم و از اراده مردم گپ میزنه. آقای عبدالله با تمام رهبران و سیاسیون افغانستان با یک برنامه مشخص و منسجم یک جا شده، بالاخره اراده مردم به طرف یک حکومت همگرا و مردمی با ثبات در افغانستان تلاش است. حکومت در کجا اعلان میشه؟ ارگ در نزد آقای غنی است. خب امروز ما یک بحران را که مشاهده میکنیم که یک طرف ارگ ریاست جمهوری است که در ابتدا به تقلب آمده بود در کرسی نشسته، به دیگه طرف تماما اراده مردم است که ریاست اجرایه است و بیش از 18 ولایت است که خیزش های مردمی، امروز پنچیر و هیرات، فردا 12 ولایت دیگه هم خیزش های مردمی خود برام اندازن و از حق مثلا خود دفاع میکنن تا جهانیان مشاهده بکنه که مردم افغانستان واقعا خواستایش مبنی بر حقایق افغانستان است و به ضد تقلب و به ضد تخلف های انتخاباتی که در کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات صورت گرفت و بیش از 16 هزار شکایات صورت گرفت. مردم اراده داشت با دموکراسی، اراده داشت با برنامه ریزی حکومت جدید، مردم باور داشت بالای کمیسیون، باور داشتند بلی که برن با پای صندوق های رای افغانستان از این مشکلاتی که امروز ما در او مشکل سردچار هستیم نجات پیدا بکنن. و طرف دیگه شما میبینید که حکومت تقلبی که بر اساس آرای مردم در سال 2014 نامد و کدام کمیسیون هم اعلان نکرد، ما بارها یادآوری کردیم. اما شما پذیرفتین، خود آقای عبدالله پذیرفت که آقای غنی رئیس جمهور باشه. اصل مطلب همی است که امروز مردم در سطح 18 ولایت میخواهد که از حق و حقوق مسلمشان دفاع کنه و در سال 2014 مشکلات حساسی امنیتی و اقتصادی که در افغانستان هر روز اضافه تر می شد و به خاطر خیر فلاح کشور دکتر صاحب عبدالله از موقف خود گذشت و به خاطر خیر فلاح اجازه داد برشان که یک حکومت وحدت ملی بیاید و برشان رئیس جمهور اولین کسی بود که خطاب کرد. در چنین وضعیت چقدر امکان از این وجود داره که بازم دو تیم تعامل بکنن و یک حکومت واحد را تشکیل بدن؟ به هیچ وجه، تا جایی که ما با شورای رهبری در تماس هستیم و به صفت سخنگوی ثبات و همگرایی برنامه ها را مطالعه داریم، مردم افغانستان به هیچ وجه به هیچ معامله تن نمیتن. یعنی آقای عبدالله این بار نمیپذیرد تا اینکه شامل باشه؟ آقای عبدالله بر اساس آرای مردم آمده، مردم فیصله میکنه، این حکومت مردم است، مردم افغانستان است. پس چرا کمیسیون اعلان نکرد؟
کمیسون شما دیدین که به گونه سلیقوی که میگیم رفتار کرد و به معنایی که در جمع شکایات ها حداقل اینا نتانستن که یک لگرای را ثابت بسازن که امی تقلبی است. شما ببینین که ما استیناف خواهی کردیم، ما اراده داشتیم که بر اساس قانون نافذه کشور دادخواهی بکنیم و بر اساس شفافیت اگر عمل کرد کمیسیون خوب نبوده بکنیم. شما خودتان یادآوری کردین که یونمو ظاهرا بی‌طرف بوده، اما این یونمو ظاهرا میگه که اونا حمایت میکنن از کمیسیون گذاشتم و از کمیسیونی که اگر در آینده هم به وجود بیاید حمایت میکنن. خب این خود نماینگر از این است که به نوع حالا از عمل کرد کمیسیون انتخابات یونما حمایت همه جانب را میکنن. خب همیشه در تاریخ افغانستان اگر مطالعه شوه و مشاهده شوه بلی که همیشه و امواره تلاش های کشورهای بیرونی بوده که افغانستان به یک بحران سوق شده که تا امروز ما و شما در بین امو خاکتوده ها زندگی میکنیم و تصمیم داریم که بعد از این بر اساس علم و دانش و ظرفیت ها بریم به یک طرف حکومت جدید و یک فضای امن و امان و باثبات در کشور. متاسفانه بعض وقت کشورها مداخله خود داشته ولی اراده مردم به جایش است. مردم میخواهد که هیچ کسی بالایشان تمویل نشه بر اساس تقلب و تخلف و زورمندان و بخصوص چی پلان دارتون ثباتم گرایی چی میکنین؟ خب ما حکومت میکنیم بر اساس آرای مردم. حکومت را در کجا میکنین؟ در حال که ارگ در دست آقای غنی است. خب ارگ مکلفیت بری داره که اراده مردم احترام بکنه و ما هم حوصله مندی کامل را که در وجود مردم خود میبینیم تا یک عدل برشان وقت خواهد دادیم. حالا خود ارگ میگه که حمایت مردم را اونا دارن، به حمایت مردم آقای غنی دوباره پیروز شده. کدام مردم؟ شما ببینید. شما میگید مردم با شماست. مردم با کی است واقعا؟ در 18 ولایت امی کمیسون. امی کمیسونی که خیانت ملی را انجام داد. امی کمیسونی که با آرای مردم جفا کرد. امی کمیسونی که با قرآن کریم سوگند خورده بود و بالاخره شما دیدین که ممنوع خروج شدند. کمیسیون های قبلی رئیسایش به زندان است. رئیس نورستانی از سال 2014 که خیانت کرده بود به زندان است. چهار نفر اشخاص افراد خائنی که مانند امرخیل است در زیر چپن ارگ به سر میبره. خائنین ملی از زندان رها میشه. خائنین ملی که جفا کرده با اراده مردم مقدس و مجاهدین کشور اونا از زندان رها میشن. پس ما باورمند بری هستیم که مردم ما اراده داره تا حکومت همگرا را در سراسر افغانستان، حکومت تنها در ارگ در هر یک کشور نمی باشه، حکومت در تمام سرحدات، قبایل، قریجات، ولسوالی ها و ولایات شکل می گیره. اما اگر عمل کرد شما را آقای غنی و مخصوصا ارگ اگر بخواید که این عمل کرد و این حرکت را متوقف بسازه، شما از چی گزیری استفاده میکنین در مقابل ارگ؟ ما بر اساس آرایی که داشتیم، بر اساس پشتیبانی مردمی که اثر و سر کشور داشتیم و امروز بیش از 3 ولایت برنامه ملی خود را به نمایش گذاشتن و تمثیل میکنن دموکراسی را در افغانستان، دادخواهی میکنن تا جهانان مطمئن شود که واقعا آرای مردم به طرف ثبات و همگرایی بوده و خیانت ملی را اشخاص و افراد کرده که به اراده مردم احترام نداشته. مشخصا ما در 18 ولایت بیشترین رأی داشتیم. به نظر امی کمیسون بر اساس روند طرز عمل های انتخاباتی شش میزان ما در 18 ولایت. اگر بر اساس این کمیسیون داشتین پس چرا پیروز نشدین؟ خب ما که آرای را به نشر رساندیم، بیشترین ویدیوها از طرف مردم افغانستان، از طرف مردم های بی طرف افغان دوست و مسلم و مسلح افغانستان به نشر رسید، تمامش تقلب بود. با انگشت پا بایومتریک صورت گرفته بود. قبل از زمان بایومتریک ما داشتیم، پیش از زمان بایومتریک ما داشتیم. اکسل عمل شما چی میتونه باشه اگر ارگ بخواید که حرکت شما را متوقف بسازد؟ خب ارگ ما مشروعیت نمیتیم و در اولویت ما در برنامه های ما گفتگو میکنین، مبارزه میکنین یا از گزینه‌های خطرناک‌تر؟ گفتگو با کی؟ کسی که ظرفیت رقابت با مردم افغانستان داشته باشه ما حاضر آماده هستیم. اگر ما گفتگو بکنیم با اشخاص و افرادی که با حق از اونا هم خیانت صورت گرفته، کاندیدایی که خواستن دموکراسی را تمثیل بکنن و اراده مردم خود
به آزمایش بگیرند. ما می خواهیم با مردم هایی که اکثریت آرا را داشتند، محبوبیت دارند در بین آرا، آرایشان به اساس پول نامده، آرایشان به اساس معامله چوکی و موقف سیاسی نامده، ما با مردم و سران سیاسون واقعی کشور که فردا در افغانستان می باشه و ما مطمئن هستیم که به خیر فلاح افغانستان فکر دارن، برنامه دارن، کار دارن، نفوذ دارن، مردم دارن و رفتن به طرف ثبت نام کمیسیون مستقل انتخابات و بالاخره به انتخابات، ای که آرایشان کم است یا زیاد است بر ما قابل احترام است، ولی کسانی که تقلب کرده به هیچ وجه او به صفت یک شخص مطرح، یک کاندید مطرح، یک کاندید واقعی، یک افغان واقعی به تمام معنا نیست. سپاس از شما. بینده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین بینده های عزیز. آقای اقجو، اول سوال مطرح میشه که آقای خلیلزاد دیرو سفر داشتن، اونا دیدار داشتن با آقای غنی، با آقای عبدالله و تا یادآوری میشه که رفته بودن به جوزجان و سفر هم با آقای دوستم داشتن. این سفر جدا از این که ارگ رئیس جمهوری میگه که پیرامون سال بوده و اصلا یادآوری نکرده از انتخابات، چقدر مرتبط به این است که آقای خلیلزاد در چنین وضعیت میخواه میانجی باشه بین تیم های مخالف و میخواه که همه را به سوی ثبات و همبستگی ببره؟ خب ما با اشخاص و افراد در سراسر افغانستان، با شخصیت های مطرحی که اشخاص را که شما نام بردین تماس ها داشتن و تلاش بری است که یک نوع برخورد صورت بگیره تا یک حکومت را به خواسته های خودشان به وجود بیاره، بنابرای تمامان بزرگان افغانستان به می پاسخ ها اصلا جواب ندادن و بعضی شخصیت های مطرح در سر آقای خلیلزاد به دنبال چی بوده؟ آیا تنها موضوع صلح را مطرح کرده و یا ای که پیرامون انتخابات هم صحبت خب داشته؟ زمانی که ما صلح هم میگیم، صلح بر میگرده با یک فضای آرام، با یک فضای مردمی بر اساس مشورت های اشخاص و افراد. زمانی که ما مردم خود گرد هم داشته باشیم، زمانی که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم، زمانی که از حق مسلم مردم ما دفاع صورت بگیره، ما میتونیم سر یک برنامه ملی مانند صلح کار بکنیم. بدون شک صلح بدون برنامه واقعی ملی و ارزش های اسلامی و افغانی هیچ امکان نداره که به کرسی بشینه و واقعا صلح پایدار باشه در افغانستان. پس تلاش های کسانی که برای صلح تلاش داره در افغانستان بری است که بزرگان افغانستان گرد هم جمع بکنه و به هیچ وجه امکان از این نیست تا ای که مردم افغانستان بدون از این که سرنوشتشان تعیین شوه و رئیس جمهور منتخبشان حکومت تصرف بکنه و برند به طرف یک پروسی ملی که صلح است. اتحادیه اروپا بر آقای غنی تبریکی داده. در بود دیگه چیزی که یادآوری میشه که امیر کویت هم تبریکی نامه را بر آقای غنی فرستادن و از سازمان ملل هم یادآوری میشه که بنابرای از حکومت آینده حمایت میکنن. خب چرا تا هنوز با آقای عبدالله هیچ کس پیام تبریکی نفرستاده در حال که آقای عبدالله خود را پیروز یادآوری میکنن؟ این که تمام کشورها در سال 2014 بعد از تفاهم در میان سیاسیون افغانستان صورت گرفت، کمتر از یک ساعت کشورهای نزدیک، کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکا تبریکی فرستادن. 24 ساعت از انتخابات و از اعلان ابتدایی تقلبی که بر اساس تخلف و تقلب صورت گرفته بود اعلان شد، تا 24 ساعت همه کشورها با خود اجازه را نمیدادند که در برابر این مت یک برنامه ما بریم یک پیام تبریکی بدیم و یایی که حقیقت ها را در نظر بگیریم. اما امروز پس از 24 ساعت تبریکی داده شده؟ خب بعضی کشورها در حدود 2-3 کشوری که تبریکی داده، مثلا همین اتحادیه اروپا نمایندگی میکنه از بیشتر از 18 کشور، آیا فکر نمیکنین که
خود همین حمایت ها نماینگر از این است که اونا اعتماد بیشتر دارند اگر آقای غنی اعتماد تاج داشته باشند در بین کشورهایی که در سطح آسیا و اروپا در برنامه های ملی کشورها زیدخل هستند، حقیقت افغانستان که سپری شد در شش میزان باید در نظر بگیرند. اگر واقعا بی‌طرفی خود حفظ کردند، خواسته های مردم شما میبینید تا یک هفته دیگر که در کدام عهد میرسه. اگر در نظر نگیرن عکس العمل شما یعنی تیم ثبات همگاری و مثلا آقای عبدالله در مقابل این کشورها چی است؟ خب کشورهایی که وفادار نبوده به عهد و تعهد خود او به جای خودشان، ولی ما با مردم خود تعهد سپردیم، از حقشان دفاع میکنیم، یک حکومت مشروع و مردمی را اعلان میکنیم و تمام ولی هایی که تا به حال با ما پیوستن و کسانی را که ما جدیداً معرفی میکنیم با یک برنامه‌ای که اما چگونه تمویل میکنین امین حکومت را که تشکیل میدید؟ خب زمانی که یک حکومت شکل میگیره و حکومت وحدت ملی شکل گرفت، دارای یک رئیس جمهور بود که به اساس پیشنهاد و یا به اساس اجازه دکتر صاحب عبدالله به وجود آمد. معاونیت اول است، معاونیت دوم ریاست جمهوری است، ریاست اجرایی است با دو معاونش، شورای وزیران فعلا تحت اثر ریاست اجرایی است، اما وزارت مالیه تحت تاثیر آقای قیومی است. خب یکی از عامیهای بزرگ آقای تاریخ ثبت کرده، او به هیچ وجه خیانت هایی که در وزارت ها در بودجه ملی افغانستان صورت گرفته به هیچ وجه او به جا نمیشه، او در آینده روشن و روشنتر میشه. اشخاص و افرادی که در خیانت ملی دست داشتن کلشان به سزای اعمال خود میرسه. بعد از حکومت همشمولی که ما میگیم، یک حکومت واقعی مردمی به وجود میه و تمام این اشخاص افرادی که تمام ملت افغانستان میفهمه و میدانه و چهره منفورشان شناختن، اینا به زندان میره، در برابر رسانه ها برنامهشان افشا میشه. اما یه فکر میکنین به همین سادگی که یادواری مسئله میکنین آقای کمال، شما سوالتان در مورد چگونگی تمویلی که گفتین، ما تمویل نمیکنیم، ما احترام میکنیم به مردم افغانستان، ما با اراده و تصمیم مردم افغانستان پیش میریم و در حکومت همشمول ولی ها را در ولایت ها توظیف میسازیم که اما همین ولی ها از کجا پول میگیرن؟ از کجا باید مش داده شده؟ خب این حکومت ما از کجا میگیره؟ زمانی که معاون اول امی ریاست جمهوری با ما باشه، مانند آقای دوستم و ریاست اجرایه که 50% حکومت است و همیشه طعنه هایی را که با ما زده شد که شما از حق مردم دفاع کرده نمیتونید و آل وقتش است که ما از اراده مردم خود دفاع بکنیم و یک خطوه هم پیش سر نمیاییم. هر روز تلاش یعنی اگر منتج به این شود که در افغانستان دو حکومت به وجود بیاید یا حتی احتمال تجزیه به وجود بیاید، باز هم آقای عبدالله به حرکت خود ادامه خب میتن؟ ما که با برنامه های مردم مراجعه کردیم که در ثبات و همگرایی گرد هم آمدن، به هیچ وجه یک حکومت مشترک نخواهد بود، حکومت مردمگرا به وجود خواهد آمد، حکومت مبنی بر ثبات کشور به وجود خواهد آمد و هیچ کسی بیشتر از امو ظرفیتش به صفت یک افغان واقعی که ما میفهمیم مطمئن هستیم که در افغانستان میمانند و فرار نمیکنند، ما میتونیم که در بخش های ماموریت های خرد کوچک در پلی خود مردم را داشته باشیم، اما به اساس ظرفیت هایشان، اما ثابت بکنند که در خیانت های ملی دست نداشتند و در ثبات ملی برنامه دارند، پروژه دارند، پروگرام دارند و آینده نگر هستند. ما به اونا احترام میکنیم، اما به هیچ کسی معامله نمیکنیم و هیچ اجازه را به هیچ کسی داده نشده از طرف سیاسیون افغانستان که با ثبات همگرایی یک جا شده یک حکومت عمومی و با تمام امکانات که مردم افغانستان داره به وجود میاد. آقای عبدالله در کمتر از 24 ساعت پس از اعلام نتایج یادآوری کردن که باید حیات کمیسیون مستقل انتخابات اینا ممنوع الخروج اعلان شوند، پیام را هم فرستادن به وزارت داخله که در حکومت 50-50 که آقای عبدالله رئیس اجرایی هستند، در همین حکومت وزارت داخله سهمی آقای عبدالله بود. اما چرا از سوی وزارت داخله این پیام رد شد؟ خب اینا روشن‌تر شد. رئیس جمهوری افغانستان اراده با خدمت نداره در افغانستان،
ارادهش این نیست که وفا بکنه با تعهدات خود که در برابر مردم افغانستان کرده، با معاون اول خود داشتن، با نماینده فوقالعاده احمد ضیا مسعود داشتن، با ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان داشتن، با استاد محقق داشتن و با محمد خان داشتن، جفا کردن. و این ثابتگر از این مسئله است که ما در 50% حکومت بودیم، این که افغانستان به طرف یک بحران نره گذشت میکنیم و هر روز مردم هم با ما یادآوری میکنه که شما از حق مردم دفاع بکنین، شما از مشکلات حساسی، از فساد گسترده که در افغانستان اول چطور امکان داره؟ یعنی امر که خود آقای عبدالله که امروز رئیس اجرایه هستن یا میگن هستن، او را امر میتن بالای وزارت داخله، وقتی وزارت داخله امر فعلی از اونا را نمیپذیره، پس چطور امکان داره که پلیس، نیروهای امنیتی و امثال از او را در اختیار آقای عبدالله قرار بدن، وزارت های دفاع و داخله من حیث رئیس جمهور؟ خب اگر نتن به چی گونه و با کدام شفافیت، با کدام حقیقت حکومت میکنن، بالای کیا حکومت میکنن؟ ما که در 18 ولایت بیشترین اواخوان خود داریم، در تمام صفوف نظامی و صفوف مقدس نظام کشور جوانان واقعی مردم افغانستان است و اونا هم درد دارن، اونا هم میفهمند که تا کدام عدد تخلف و تقلب از کدام مرجع صورت گرفته و افغانستان کی به طرف یک بحران میبره. اینا ما را مجبور میسازه، اینا باعث بربادی افغانستان میشه و ما در برابر هر نوع بسان و سامانی ها مبارزه میکنیم و به هیچ کس اجازه نمیتیم که افغانستان تا به او حالت را که شما یادآوری کردین برسن. سپاس از شما آقای سمیع حقجو، سخنگوی تیم ثبات‌آمرگرایی. تشکر. سپاس بنده های عزیز که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با افغان باشین. شب شما بخیر.